بله در این کلیپ میخوایم روش معجزه‌آسای تقویت لیسنینگ و سپیکینگ رو بیان بکنیم که از گذر این روش و تکنیک رشد بسیار قابل توجه و معجزه‌آسایی در لیسنینگ و سپیکینگتون خواهید داشت. خیلی از زبان آموزا دیده میشه میگه آقا من خیلی لغت بلدم خیلی مطلب بلدم خیلی تمرین کردم خیلی کار میکنم اما وقتی که پاش میرسه قرار بر این باشه که یک فایل صوتی رو گوش بده یا وقتی که میخواد صحبت بکنه طرف ازش یه سوالی میپرسه همش میگه وات چی گفتین چی میشه پاردن می همچین واکنش هایی رو از خودش نشون میده و دلیل باجرا که لسنینگ طرف ضعیفه البته نباید کسی رو ملامت کرد به این دلیل که لیسنینگ یکی از مهارت هایی است که کمی دیرتر از دیگر مهارت های زبانی رشد میکنه و دلیل این که روش نمیکنه این است که زبان آموزا از راه درست اون رو تمرین نمیکنن تا بتونن به این رشد برسن و پشت بندش کسی که لیسنینگ ضعیفی داره طبیعتاً سپیکینگ ضعیفی هم خواهد داشت به این دلیل که آن چیزی که شنیده رو نمیتونه بیان میکنه فرض بگیرید که شما یک فایل صوتی رو گوش میدید روش تمرین به این صورته این کار بهش ترانسکرایب کردن گفته میشه کاغذ خودکار باید جلو دستتون باشه روش تمرین اینکه من گوش میدم حالا تو ذهنم میمونه نیست باید خودکار و کاغذ داشته باشید فرض بگیرید میخواد یک فایل صوتی مثلا یه دقیقه رو باهاش تمرین بکنید این فایل صوتی تمرینی میتونه از کتاب آموزشیتون باشه و هر کلیپ دیگری که شما جلو دستتون دارید و خیلی زیاده فقط باید توجه بکنید که این فایل آموزشی اولا براتون لذت بخش باشه دوما در سطح شما باشه اگر سطح اون فایلی که میخواید تمرین بکنید از سطح دانش و توانمندی شما بالاتر باشه باعث میشه که دل زده بشید اگر سطحش هم خیلی پایین باشه خب طبیعتا رشد خوبی در شما ایجاد نمیکنه پس فایل صوتی درسی که قرار است انتخاب بکنید ترجیحاً متنش رو هم داشته باشید و در سطح خودتون باشه یه مقدار گفتیم که با نه سطحش بالاتر از شما باشه نه خیلی ساده باشه پس وقتی که فایل رو پیدا کردیم که گفتیم از کلیپ های مختلف میتونید استفاده بکنید به عنوان مثال و به عنوان تمرین شما این قسمت از این فایل صوتی رو میشنوید گوش بدید How many people are there in your خب چی شنیدید چی متوجه شدید هر آن چیزی که از این قسمت متوجه شدید رو سعی می کنید در دفتر یادداشتتون می نویسید. هر چیزی که متوجه شدید اگر فرض بگیرید این جمله که الان هشت کلمه بود رو شنیدید اما بعضی جاهاش فقط متوجه شدید اشکالی نداره بنویسید دوباره فایل صوتی رو به عقب برگردونید و دوباره بنویسید. حالا دوباره گوش میدیم. How many people are there in your family? حالا این بار اون چیزی که نوشتیم رو تکمیل تر میکنیم اگر چیز جدیدی ازش متوجه شدیم اگر شما کلا چند بار این قسمت از فایل رو پلی کردید و اصلا متوجه نشدید این نشون میده که احتمالا سطح این فایل از سطح دانش و توانمندی شما کمی بالاتره پس بهتر کلا اون فایل آموزشی رو عوض بکنید و از فایلی با سطح پایینتر برای تمرین استفاده بکنید حالا دوباره گوش میدیم How many people are there in your family? حالا دوباره تکمیل میکنیم. اگر تونستید 70 تا 80 درصد از لغاتی که در این جمله بیان شد رو به کاغذ بیارید و بنویسید یعنی ترانسکرایبش بکنید نشون میده که این فایل مناسب شماست و میتونید ادامه بدید و با این درس پیش برید. حالا ادامه بدیم دوباره. حالا این جمله رو فرض کنید که نوشتیم. How many people are there in your family? حالا با صدای رسا هم میخونیمش How many people are there in your family? حالا میریم جمله بعدی گوش بدید There are five people in my family My father, mother, brother, sister and me آن چیزی که از این فایل شنیدیم و حالا دوباره در ادامه یادداشت هامون می نویسیم. اگر باز هم احساس کردید یه جاهایی رو متوجه نمیشید اشکالی نداره. دوباره سعی بکنید دوباره فایل صوتی رو کمی برگردونید عقب این جمله رو دوباره گوش بدید گوش بدیم با هم There are five people in my family my father mother brother sister and me حالا باز هم تکمیل ترش می کنیم جمله منو. حالا که تکمیل تر کردیم باز هم ادامه میدیم همین کار رو ادامه میدیم تا انتهای فایل درسیمون مثلا فرض بگیرید فایل درسیمون 5 دقیقه است دو دقیقه است یه دقیقه است نیازی نیست که در ابتدای کار شما حتما یک فایل 20 دقیقه ای رو ترانسکرایب بکنید شما با فایل سی ثانیه ای با فایل 1 دقیقه ای، یا قسمتی از یک فایل یا قسمتی از یک فیلم میتونید این کار رو انجام بدید طبیعتا از فیلم ها هم میتونید با این روش استفاده بکنید و رشد خوبی داشته باشید فرض کنیم که کل درس رو تموم کردید سی ثانیه یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه هر چقدر بود به اتمام رسید حالا نوبت اینه که آن چیزی که از فایل صوتی استخراج کردیم که یه صفحه شده دو صفحه شده که هر چقدر شده اون رو با متن درس اصلی مقایسه بکنیم این مقایسه کردن بسیار مهمه چرا؟ چون شما از رهگذر این مقایسه و تفاوت هایی بین آن چیزی که شما استخراج کردید و در متن اصلی اون درس وجود داره شما متوجه خواهید شد که کجاها مشکل دارید کجاها غلط املایی دارید کجاها بعضی چیزها رو اشتباه متوجه میشید یا گوش شما اشتباه شنیده این خیلی مهمه مقایسه بین آن چیزی که شما استخراج کردید ترانسکرایب کردید با متن درس اصلی پس همینطور که قبلا هم خدمتتون گفتیم فایل آموزشیتون باید متن هم داشته باشه خیلی از پادکست هایی که تو اینترنت هستن خیلی از کلیپ های آموزشی که تو اینترنت هستن متن دارن یا اگر به صورت ویدیو هستن و شما میتونید متنش رو ببینید سعی کنید متن رو اول بپوشونید ترانسکرایب که کردید به اتمام رسید بعد بیاید متنی که خودتون استخراج کردید رو با متن درس اصلی مقایسه بکنید تا بتونید به این دیدگاه و به این رشد برسید و کم کم لیسنینگتون رو تقویت بکنید وقتی که شما ترانسکرایب میکنید قوای لیسنینگتون رو تقویت میکنید که اگر فلان فرد نیتیو وقتی صحبت میکنه چطور ممکنه بگه این روش رشد بسیار خوبی در لیسنینگ شما ایجاد خواهد کرد و از ره گذر این روش واقعا معجزه‌ای در یادگیری شما رخ بده فقط یه موضوعی که باید بهش توجه داشته باشید شاید لازم باشه که در ترانسکرایب کردن فایل های صوتی شما ده بار فایل رو عقب جلو کنید 20 بار صد بار عقب جلو کنید فراموش نکنید این تکرار و این تمرین ها داره به رشد شما کمک میکنه پس اصلا این روش رو متوقف نکنید و ادامه بدید و اجازه بدید این رشد اتفاق بیفته این روش ممکنه کمی خسته کننده باشه براتون ولی کم کم بهش عادت میکنید و باعث میشه که این رشد در شما اتفاق بیفته حالا در ادامه روش بعدی که باید انجام بدید و تکنیک بعدی که به کار بگیرید رو با هم بررسی میکنیم و با هم کار میکنیم شما یک بار الان نوت هایی که برداشت کردید و چیزهایی که نوشتید رو مرور کنید تا با هم ادامه بدیم خب بپردازیم به مرحله دو برای تقویت لیسنینگ و سپیکینگ در روش قبلی که اومدیم متن رو استخراج کردیم الان یه متن داریم که مقایسش کردیم با متن اصلی درس و اشتباهاتش رو درآوردیم و در واقع با متن اصلی مربوط به اون فایل صوتی یک پارچه شده اشتباهات نوشتاری رو هم جایی یادداشت کردیم که باهاشون بعدا تمرین کنیم و چند بار هم گوش دادیم فایل صوتی رو حالا میخوایم تکنیک معجزه‌آسای شادوینگ یا تکنیک سایه رو براش اجرا بکنیم تکنیک سایه یعنی چی خب سایه مشخصه سایه ی آدم دنبالش میاد با کمی فاصله یا جلوتر یا عقبتر اما تکنیک سایه که ما میخوایم استفاده بکنیم همزمان با ما پیش میره یا کمی عقبتر یعنی چی توضیح بده تکنیک سایه دو تا روش داره روش اول روش همزمانه تکنیک سایه به روش همزمان اینجوریه که زمانی که شما فایل صوتی رو دارید میشنوید یعنی فایل صوتی رو پخش میکنید همزمان مثلا فرض کنید که هدست گوشتونه یا هدفون گوشتونه یک جای خلوت گیر میارید همزمان با آن چیزی که میشنوید از فایل صوتی سعی میکنید تکرار بکنید یادتونه تو قسمت قبلی گفتیم که باید حتما فایل در سطح شما باشه و نه خیلی سختتر باشه و نه خیلی ساده تر یکی دیگر از دلایلش اینه که بتونید تکنیک سایه رو روش اجرا بکنید اگه درس خیلی سطحش بالاتر از سطح شما باشه طبیعتا نمیتونید تکنیک سایه رو خوب اجرا بکنید یا اگر خیلی سطحش پایین باشه رشد خوبی در شما ایجاد نمیکنه تکنیک سایه یعنی اینکه آن چیزی که میشنوید رو سریع همزمان با اون فایل صوتی تکرار بکنید مثلا فرض کنید من این قسمت رو دارم میشنوم و سریع میخوام تکنیک سایه همزمان رو روش اجرا بکنم ببینید همزمان باهاش دارم پیش میرم حالا ادامه میدیم تا انتهای فایل صوتی دقیقا هدفون گوشمونه و آن چیزی که میشنویم رو سعی میکنیم تکرار بکنیم همزمان با فایل صوتی به این روش میگن روش همزمان تکنیک سایه آن چیزی که میشنویم رو تکرار میکنیم تا انتهای درس میریم حالا یه نکته که باید بهش توجه بکنید ما بارها گفتیم آقا وقتی که یه چیزی رو بیان میکنید به انگلیسی صدای خودتون رو ضبط بکنید این خیلی مهمه اگر لازمه دو تا اپلیکیشن روی گوشی هوشمندتون نصب بکنید اگر لازمه دو تا موبایل استفاده بکنید یک رکوردر استفاده بکنید با یه موبایل یا هر چیز دیگری این روش روشی که شما همزمان تکرار بکنید طبیعتا صدای گوینده نمیافته چرا چون هدست گوشتونه اما وقتی که شما دارید بیان میکنید صدای خودتون رو میتونید ضبط بکنید و وقتی که صدای خودتون رو ضبط کردید مقایسه میکنید نحوه بیان خودتون رو با نحوه بیان در فایل صوتی اصلی و وقتی که این مقایسه اتفاق بیفته متوجه میشید که کجاها اشتباه دارید بیان میکنید یا کجاها رو درست میگید پس این مقایسه هم باید اتفاق بیفته در تکنیک همزمان روش دوم در اجرای تکنیک سایه روش منقطعه یعنی بریده بریده یعنی چه جوری یعنی آن چیزی که شنیدم یک جمله یک عبارت یک کلمه از فایل صوتی اصلی رو وقتی که شنیدم پاز میکنم و آن چیزی که متوجه شدم رو بیان می کنم و اگر توجه کرده باشید و اگر فایل رو ترانسکرایب کرده باشید اینجا بیانش خیلی براتون راحت تره. پس به این صورت عمل می کنیم. اول میشنویم How many people are بعد میگیم how many people are there in your family؟ و این کار رو تا انتهای فایل درسی انجام میدیم سی ثانیه یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه فرض کنید اصلا دو دقیقه از یک فیلم دو ساعتی رو شما انتخاب کردید این تمرین رو میخواید باهاش انجام بدید حالا فقط باید توجه بکنید که وقتی که میخواید روش منقطع رو اجرا بکنید صدای خودتون رو حتما ضبط بکنید این خیلی مهمه و با نحوه بیان در فایل اصلی مقایسه بکنید آن چیزی که از ضبط کردن صدای شما حاصل میشه این است که ابتدا گوینده اصلی میگه بعد شما بیان میکنید انتها مثلا فرض بگیرید دو دقیقه شما رکورد کردید یه دقیقهش گوینده اصلی بیان کرده پشت سر شما جملات یا عبارت ها رو جایی که پاس کردید بعدش خودتون بیان کردید حالا باید اون چیزی که رکورد کردین رو گوش بدید ببینید گوینده اصلی چی میگه شما چی میگید همین الان شما یک فایل درسی برای خودتون درست کردید فایل درسی که ابتدا گوینده اصلی میگه بعد شما دارید بیان میکنید و با مقایسه نحوه بیانتون با گوینده اصلی متوجه خواهید شد که کجاها رو داشتید اشتباه میگفتید و اجرای هر دو روش روش همزمان تکنیک سایه و روش منقطع تکنیک سایه اگر موبه مو به مو طبق روش هایی که خدمتتون ارز کردیم اگر اجرا بکنید نتیجه بسیار عالی در لسنینگ یا اسپیکینگتون خواهید داشت عزیزان حتما فراموش نکنید که چند تا فایل رو حتما در نظر داشته باشید فایل هایی که متن داشته باشه که خدمتتون اعلام شد به چه صورت باید باشه و تمرین بکنید و از این به بعد طبق این روش برنامه ریزی بکنید 20 تا فایل رو 30 تا فایل رو تمرین کنید و همینطور طبق برنامه ریزی پیش برید تا شاهد رشد معجزه‌آسا در لسنینگ و تون بشید و این پروسه رو قطع نکنید هی hey, ادامه بدید درس های جدیدتر درس ها با سطح بالاتر با لغات جدیدتر دلیل این که ما میگیم معجزه آسا همینه چون شما دارید لغت یاد میگیرید شما دارید متن یاد میگیرید شما دارید ساختار یاد میگیرید شما دارید سپیکینگتون رو تقویت میکنید لیسنینگتون رو تقویت میکنید نوشتارتون یعنی رایتینگتون رو تقویت میکنید و همزمان که دارید متن‌ها رو میخونید طبیعتاً ریدینگتون تقویت میشه پس فراموش نکنید حتما این روش رو اجرا بکنید دوستان موضوع دیگه که باید بهش توجه بکنید این است که حتما برای این کار برنامه ریزی بکنید یک ساعت مشخص رو براش تعیین بکنید و در اون ساعت مشخص اون درس ها رو استفاده بفرمایید یکی از سایت هایی که میتونه به شما کمک بکنه سایت VOA Special English ممکنه در ایران فیلتر باشه ولی خب راههاشو بلدین دسترسی پیدا بکنید به این سایت منابع بسیار خوبی میتونه براتون داشته باشه که باهاشون ترانسکرایب را انجام بدید و تکنیک سایه رو روشون اجرا بکنید خوبی این فایل درس ها اینه که اینها متن هم دارن و متنشون رو میتونید طبیعتا استفاده بکنید که مورد نیاز ماست در اجرای ترانسکرایب کردن و تکنیک سایه اگر هم مشاهده کردید که سایت VOA کامرشال انگلیش یه مقدار سطحش برای شما بالاست یا پایینه یا به دردتون نمیخوره هزاران وبسایت دیگه وجود داره حتی از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل تاپ میتونید استفاده بکنید و پادکست های دیگر و رایگانی که توی اینترنت فراوونه میتونید ازشون استفاده بکنید و برای اجرای این تکنیک ها اونها رو به کار بگیرید در قسمت کامنت از تجربیاتی که از اجرای این روش براتون حاصل میشه حتما بگید حتما این کلیپ رو ذخیره بکنید جایی دوباره ببینیدش حتما نوت بکنید که فراموش نکنید باید چی کار بکنید دوباره این درس رو گوش بدید در قسمت کامنت هم با ما در ارتباط باشید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما امیدواریم زمان انرژی و تلاشی که ما در کانال انگلیسی مثاب خوردن تقدیم شما میکنیم باعث رشد و بهبود انگلیسی شما عزیزان بشه و از رهگذر این بهبود تغییرات بسیار مثبتی در زندگیتون اتفاق بیفته آرزوی سلامتی و خوشی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم.